و حدود 134 هزار نفر ظاهرا سهام رو خریداری کردن. تایید می‌فرمایید؟ توی این بحث دیگه از شرکت توسعه روی معادن ایران در حال سوال بشه بهتره. بله، بسیار سپاسگزارم از شما. شبتون بخیر، خدا نگهدار. شب بخیر، خدا حافظ. خدا حافظ. اما بخش دیگری از گزارش ما مربوط به کارخانه تولید شمش روی بود و دودهای آلاینده. ما در خدمت جناب آقای مهندس مرادلو، رئیس انجمن سرب و روی ایران خواهیم بود و در این خصوص باهاشون گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای مهندس مرادلو، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم. ارتباطتون برقرار نیست؟ بسیار. بله بله بله. خدمت شما عرض بکنم که یه نکته ای رو من صمیمانه و از سر تواضع و ادب خدمتتون عرض بکنم و به نمایندگی از دوستان عزیزمون در برنامه چراغ خاموش، که بعضی ها گلایه میکنن که آقا شما ممکنه مثلا خلاف واقع نکته ای گفته بشه یا به تعبیری مثلا سیاه نمایی بشه. ما اولین برنامه که در خدمتتون بودیم و دو سه برنامه بعدش هم عرض کردیم که این برنامه چنین نیتی رو به هیچ عنوان نداره و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌های مختلفش نشان داده که پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف، چه فرهنگی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه نظامی، همه رو تحت پوشش قرار میده، خبرش رو منعکس می‌کنه. برنامه چراغ خاموش در بین همه برنامه‌هایی که به پوشش خبری و انعکاس گسترده پیشرفت‌ها می‌پردازند، یک پرانتزی باز کرده و صمیمانه به نقد کاستی ها و ناتمامی ها میپردازه. این است که خدای نکرده یه وقت شائبه این پیش نیاد که نیت ما جز این چیز دیگه است. جناب آقای مهندس مرادلو، به خدمت شما سلام عرض میکنم. شب عالی بخیر. منم سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم و تشکر میکنم از زحمات حضرت عالی و دوستان محترمتون. سلامت و باشه. سلام شب بخیر دارم خدمت هموطنان عزیزمون. زنده باشین انشاءالله. جناب آقای مهندس، شما اون گزارش رو مشاهده فرمودین؟ بله، با اجازتون در خدمتتون هستم. اگر توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم. والا عرض کنم خدمتتون در رابطه با بحث فیلتر کیک هایی که به اصطلاح دوستان زحمت کشیدن تاثیر برداری کرده بودن، خدمتتون باید عرض کنم به هر حال صنعت بدون تعارف، ما اگر واقع بینانه بخوام نگاه کنیم، طبیعتا معضلاتی را همراه داره و شما حساب کنید یه جگرکی رو، یه ساندویچی رو، یه کبابی رو داخل شهر آلودگی خاص خودش رو داره. منتهی مرات به هر حال باید در اصل به نوعی سیستم شرکای صنعتی و سیستم دولتی در اصل چاره اندیشی بکنن و بحث امر به معروف و نهی از منکر رو تو این قضایا هم به هر حال پیش بینی بکنن. درست. الان در حال حاضر به هر حال صنعت در رابطه با بحث جمع‌آوری و بازیافت فیلتر کیک‌ها شدیداً مشغول بخش‌های تحقیقاتی تو شرکت‌های مختلف مشغولن و دقیقاً شروع شده بازیافت این فیلتر کیک‌ها، خصوصاً تصویرهایی که به هر حال دوستان نشون دادن که خاک‌های به نوعی توسی رنگ و سیاه رنگ که فرمودن، الان داره ازشون هم فلزش رو گرفته میشه هم اکسید و به اصطلاح سولفاتش، و دارای ارزشی هم هست با توجه به اینکه الان صنعت روی به هر حال با توجه به شرایط خاصی که داره، ریزش معدن و گرانی خاک و خاک مواد معدنی تحویل و اسید مصرفی به هر حال زیانده هست. همین امرم باعث شده که به هر حال نهایت تلاش رو دوستان بکنم برای بازیافت فیلتر کیک ها و سند کاملا مشغول این قضیه است. بحث به اصطلاح اون به اصطلاح دودزا بودن کارپروژه در مرحله نشادرزنی دوستان به تاثیر کشیده بودن، دقیقا هم توسط انجمن صنایع معدن سرب و روی ایران به اصطلاح تاکید شده، نمونه گذاری شده در بعضی از کارخونجات و کارخونجات موظف شدن که فیلتر نصب کنن و تو چند تا کارخونه هم نصب شده. دقیقا دوستان اومدن نماندهشو به اصطلاح نمونهشو دیدن و الان هم من دعوت میکنم به اصطلاح از همشهریان عزیز، از کارشناسان محترم که بیان فیلترهای نصب شده رو دقیقا چک بکنن. ما از
سازمان محیط زیست پرخواست کردیم توی شرکتی به نام شرکت خالص سازان. تشک آوردن، دقیقا چک کردن گازهای خروجی رو، مشکلی نداشته، به صورت که این کارخونه تونسته به اصطلاح گواهی IMS رو بگیره و ایزوهای مختلف رو به اصطلاح مربوط به مدیریت کیفی، مربوط به مدیریت زیست و ایمنی بهداشت و غیره و ذلک که دونه دونه کارخونه جات به اصطلاح بر حسب برنامه دارن پیش میرن. انشالله ما هم به هر حال به نوبه خودمون انجام وظیفه بکنیم. زنده باشین انشالله. پس برنامه چراغ خاموش این بار که خدمت شما شرفیاب میشن دوستان ما، با بخش چراغ روشن میان که انشالله اون مواردی هم که شما فرمودید لحاظ شده باشه. اصلا دقیقاً برای ببینید ما بدون تعارف تو این شهر داریم زندگی میکنیم. مضافاً که بنده خودم به عنوان یک شاگرد کوچکترین سند اولا کارخونه رو در بخش به اصطلاح تولیدش هم شروع زدم، در بخش خصوصی خودم و عزیزترین کسانم، برادرم و بستگانم تو این کارخونه داریم کار میکنیم و شاید نزدیک 15 سال 14 سال داریم دقیقاً کار میکنیم و همیشه هم خودمون کارگرامون داریم چک میشیم، هم از طریق به اصطلاح سازمان انرژی اتمی، هم آزمایشگاه های زنجان که سرب خون کارگرا کلا گرفته میشه به اصطلاح تست کامل میشه، مشکلی تا حالا مشاهده نشده. حالا یه مقدارم به هر حال نمیدونم چجوری حل کنم، یه مقدار بزرگنمایی هست، یه مقدارم ایراد بحث این شما طبیعیه. وقتی کوهی رو با اون عظمت در انگوران میکنن و حمل میکنن داخل شهر، خب حجم اولا وقتی کنده میشه میشه چند برابر. حالا فرض کنیم این خودش اصلا هیچ عناصری توش نباشه، خود این حجم بالاخره در آینده دچار مشکل میکنه جابجایی کوه با اون عظمت. خب طبیعتا ما کاری که به اصطلاح تونستیم بکنیم، دست دامن دانشگاه مختلف شدیم، از دانشگاه شریف زحمت کشیدن به اصطلاح استادان و دانشجویان ممتاز در حد دکترا تشکر بردن، از کارخونه جات بازی کردن، هم از دانشگاه علوم پایه زنجان تحصیلات تکمیلی در خدمت اساتید محترم هستیم که به هر حال برای همین حجم خاک هم به نوعی به اصطلاح دنبال یه راهکار هستیم به لحاظ حجمی هم این مشکل رو حل بکنیم، هم ارزش افزوده رو به هر حال داره ما بتونیم محفوظش بکنیم، هم بحث اشتغال زایی رو به نوعی درش بتونیم نشون بدیم. به یاری خدا ان شاء الله. خیلی متشکرم، شب شما بخیر. خدا شب شما بخیر. ممنونم، خدا حافظ. خب هموطنان عزیز ارجمند، بخش بعدی گزارش امشب ما رو ببینید. در محل پروژه پارکینگ طبقاتی سبز میدان شهر زنجان هست با ظرفیت 90 خودرو. کلنگ این پروژه 5-6 سال پیش زده میشه، کار تا یک مراحلی پیش میره، اما دیگه بعد از اون این پروژه نیمه کار رها میشه و همونطور که ملاحظه میفرمایید با فنس کشی هایی که اینجا انجام شده به نظر میرسه که دیگه عملا قرار نیست کاری برای این پروژه انجام بشه. حالا سوال ما از مسئولین این هست، با توجه به ترافیک بسیار شدیدی که در شهر زنجان هست، آیا در وهله اول این طرح زمانی که خواسته به تصویب برسه کارشناسی شده؟ آیا محل این احداث پروژه در این نقطه از شهر درست بوده، کارشناسی بوده؟ و یا اگر حالا به هر دلیلی قرار هستش که این پروژه دیگه ادامه کار نده و کارش تعطیل بشه، آیا وضعیت پروژه رو به این صورت رها کردن درست هست؟ این پروژه چند سال هستش اینجوری نیمه کار رها شده؟ والا این پروژه فکر کنم بیشتر از 6-7 ساله. واقعیت این پارکینگ الان حدود یه 3 سالی شاید هم بیشتر قرار بود یه پارکینگ طبقاتی اینجا ایجاد بشه، ولی همجا کندن، همینجا رو کندن، بعد همینجا رو رهاش کردن رفتن دیگه، گفتن نمیدونم اینجا زمینش مناسب نیست یا شله همینجوری مونده. پارکینگ طبقاتی که فکر کنم 10 سالی است و طول می‌کشه تا دقیقاً خاک بردار بشه، مکان یابش اشتباه بوده
هم نظارتش، پیمانکارش، مدیرش هم که مشخص نیست. شما تا حالا به عنوان مسئولین این مدرسه با مسئولین پروژه صحبت کردین؟ میدونی که آقا وضعیتش به کجا میخواد برسه؟ ما به ایشون گفتیم، حتی نامه هم نوشتیم. به کجا مراجعه کردین؟ مراجعه